سلام بچه ها، چطورین؟ جواشازو هستم و خیلی خیلی خوش اومدین بین ویدیو. یه خبر دارم در حد تیم ملی براتون. داخل سرور تستی که دیشب براتون لینکاش داخل تلگرام گذاشتم، دو تا فایل پیدا شده که به شدت جذاب و خفنن و قراره هممون رو سورپرایز کنه. اولین فایلی که داخل سرور تست دیشب پیدا شده ربط داره به اکسریفتای میتیک، ولی نه این اکسریفتای میتیکی که دارین داخل تصویر میبینین، یه اکسریفتای میتیک جدید بچه ما داریم داخل سیزن های آینده که قراره به اسم لاوا بیادش به بازی کال آف دیوتی موبایل. که این بچه ها فایل و شکل ظاهرش هستش که به شدت خفنه. حتی بچه ها گیم پلی این گانه خفنه براتون پیدا کردم که میتونین داخل تصویر با هم دیگه ببینینش که چقدر خفنه. به احتمال زیاد بچه این گانه خفنه اکسریفتای میتیک سیزن 11 به بازی میادش، نه سیزن بعدی، ولی هر موقعی که بیادش به شدت خفنه و قطعا میگیریمش. میتونست یه گانه دیگه رو اکتیویژن بره میتیکش کنه مثل گانه انفو. نمیدونم چرا قراره دوتا اسکین میتیک از گانه اکسریفتا داشته باشیم، ولی اینقدر قشنگ طراحیش کردن که هر دو اسکین میتیک اکسریفتا ارزش خریدنش رو داره. بریم یک بار دیگه گیم پلش رو ببینیم که ببینیم چقدر خفن این گانه. اینم از AK-73 میتیک جدید که فالش دیشب توی سرور تست پیدا شده و توی سیزن 10 یا 11 میادش به بازی. با اینکه گانه AK-73 لیاقت دو تا اسکین میتیکو داره، ولی خب میتونه اکتیویژن به جای اینکه بره دو تا میتیک از یک گان بده بیرون، بره گانهای قدیمی دیگه رو میتیک کنه. انفورد خیلی وقته که میخواد میتیک بشه. حتی اسکینش هم طراحی کردن بچا. ولی خب نمیدونم چرا هنوز تصمیم نگرفته که گانه انفورد میتیکو بیارنش به بازی. چند تا فال دیگه هم بچا داخل سرور تست پیدا شده که میتونید داخل تصویر نگاه کنید. AK-73 میتیک، یوزی میتیک، لژندری DRH نایت یا همون شوالیه، LK-24، RGS، FAJ، HVKC، گلوز و 50GS بچه ها قرار اسکین های لژندری و میتیک سیزن های 10 و 11 باشن. گلوز بچه ها همون دستکش بوکس هایی هستش که توی مورتی دهن همه رو سرویس میکنیم. قرار در سیزن های آینده ما لژندری دستکش های بوکس رو داشته باشیم که معلوم نیست که چطوری طراحیش کردن. HVKC که داخل این فایل نوشته شده، این اسکین هستش که پرستیژ بعدی بازیه. اما بچه ها بریم سراغ LK-24 دف سان که این بدجور خواسته و خبر خوبی بعدی این ویدیو دیگه. مرمت نخبگان رو همه تون میشناسین که ما داخلش میتونیم 6 تا مدال جمع کنیم با لژندری کردن رنگ های مولتی پلیئر و بتل رویالمون و یه دونه کرت خفن آخر سال باز کنیم. دیگه بچه ها چیزی نمونده به آخر سال. و الان با این سرور تستی که اومده بیرون دیگه معلوم شد که داخل این کرت خفن چه چیز خفنیه. قبل از اینکه داخل این کرت خفن رو بهتون نشون بدم، بریم بهتون یه توضیح کلی درباره این ایونت مرمت نخبگان بگم اگه نمیدونین. برای باز کردن این کرت خفن ما نیاز به 6 تا مدال داریم که میتونیم با لژندری کردن رنگ های مولتی پلیئر و بتل رویالمون در هر سری رنگ یه دونه مدال دریافت کنیم. دیگه مثل سیزن های گذشته نیاز نیستش که مدارک و ما مرمیتاشو انجام بدیم و تاج بگیریم. این تاج بچه فقط به درد فروشگاه خودش میخوره. برای باز کردن کرت ما فقط به 6 تا مدال نیاز داریم که اگه توی این یک سال اخیر 6 بالا لژندری کرده باشین میتونی کرت خفنشو باز کنیم. داخل این کرت خفن یه دونه گانی هستش که با این تم میخواد بیادش. این گان بچه ها LK-24ه، هم لژندریه و هم رایگان. دیگه چی میخواین؟ از اون DRH که بهمون دادن بهتره قطعا. و تمش هم یک اسکرت طلایی هستش که گلهای طلایی دورشو گرفته. اسم این گان خفن LK-24 هم بچه ها دفسانه، یعنی خورشید مرگ. LK-24 با این که بچه ها گان به شدت خفن و خوبیه و اصلا هم ریکورد نداره چه توی مورتی و چه توی بتل، ولی خب خودمونیم دیگه، هیچ وقت پول به لژندری این گان نمیدادیم با اینکه خیلی هم خفن گانش. الان بالاخره قراره این گان خفن و لژندریشو به صورت رایگان هممون دریافت کنیم. آیرون سات خفنی هم داره بچه که داخل این تیزرش هم میتونیم آیرون ساتش هم ببینیم. نگران هم نباشین بچه ها، هنوز دو سری رنگ فرصت هستش که این گانو بازش کنین. اگه رنگ هاتون لژندری نکردین هنوز، 4 تا سیزن فرصت دارین که لژندری کنین و 4 تا مدال بگیرین. اگرم به لیدربورد برسین، جزو 5000 نفر برتر باشین، یه دونه مدال اضافه هم میتونین دریافت کنین که بتونین این گانو بگیرینش و از دستش ندین. پس از همین سری رنگی که سیزن بعدی شروع میشه شروع کنین به لژندری کردن رنگ هاتون. حرف از AK-73 میتیک شد، یه گیم پلی خفن با AK-73 میتیک قدیمی نبینیم. اگه دوست دارین پس ببینیم. کسبی اومد اصلا. اسبل ما داشتیم داخل این جعبه، من نمیدونستم. دهنشون سرویس پس. اینجا چی کار میکنیم؟ نفوذی داشتیم داخل تیممون.
یکی از دو دست داره ما رو میزنه و ما قراره بریم اونو بزنیم. اه رو نیفتاد، حیف شد. اول کاری اینا لوتاشون خیلی خوب بود. ای کسافت دوزیدش رفت بالا؟ داداش تو فلش بودی اینقدر سریع رفتی بالا؟ میدونستم قطعمون گرفتی تا تو باشه کیل منو بدزدی. انیمی بودیم ارفان. نمیذارم به دوزی با تامو دید با تو باید ترسید خیلی بد شدم. باید انتقام بگیری؟ چقدر دوست دارم اسفل میتیکو. ریکولش نمیتونم کنترل کنم، خیلی ریکولش توی فاصله دور سخته. ولی گان نزدیک زن خوبیه، فاصله دور خیلی سخت میشه با زد چون ریکولش خیلی زیاد میشه. شما رو سم زدنش. مال منه این. یکی داره میاد راش ما رو بده. یکی سریفتر میتی که برداریم، یکی سریفتر میتی که قدیمی ولی بهترین اسکینه. یکی سریفتر من قدیمی رو بیشتر دوست دارم تا جدیده، ولی خب جدیدم خیلی صداش باحال بود، صدای هیولایی داره. چه رفت بالا این؟ شماره سه قوی ما داریم. ای چرا اسموک بر نداشت؟ دو تا اسکات توی بازیه. کجا رفت؟ بیشتر دفعه من داشتم. اینو؟ آقا من زودتر انداختمش اینو. چی کار میکنی شمارست تو؟ واقعا خسته نباشی، فقط میخواست که دوست منو برداره. لوتم از بین رفت. هی دون نکی سفیفتا دیگه تمپلار رو میتی رو سگش کردینا دیگه سرویسی. ای نوب قولیه اینجا داداش دهن سرویس رو نزد تو که با کمپ ما رو نزنی.
شدی تو داشت نتوسد اینجا تو بگذارم. اسکاد آخر کجاست؟ اونجاست. طرف نمیدونه از کجا خورد. اولی اینه که سده ایفته به نمی ها نگاه میکنه میفته. از کجا زده؟ ای من فکرم انمی تموم شد دیگه. تمرا سک بشه همین میشه. دمتون گرم که تا اینجا تماشا کردین. امیدوارم از دیدن ویدیو لذت برده باشین و دوستش داشته باشین. اتچمنت که سطح ویسای این ویدیو هم بچه اینی هستش که داخل تصویر میتونی ببینید. بشینش و دهن انمی ها رو سرویس کنین. چند باری بهتون دادمش بازم بهتون میدم چون رو دست این اتچمنت ما نداریم. لایک و ساب هم فراموش نشه اگه دکمه هاشو نزدیم. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشین و خدا نگهدارتون.